چند جمله مختصری. بعد متوجه شدم امروز روز وفات مرحوم امام و ایشون حق گردن همه من دارن، سزاوار است که یه جمله از ایشون بیان بشه. چه بگم، ما سنواتی در نجف محضر ایشون بودیم، ایرانم که تشریف آوردم خدمت شما دیم. از مقربین الهی بود ایشون بین و بین الله. این داستان را من اینجا شنیدم، در نجف یگانه محور علم اخلاق مرحوم قاضی بود. مرحوم قاضی خیلی فوق‌العاده بود و حالا نمیتونم بگم بی نظیر، کم نظیر بود در ولای توحیدش و ولایتش، از علمای مبرز علم اخلاق بودش. بنده ندیدم ایشون را موقعی که من رفتم نجف، 14 سالم بود، همون مواقع فوت کرده بودن، نرسیدم، من ندیدم ایشون مرحوم قاضی را. لیکن از شاگردای ممتاز ایشون که وصی ایشون بود مرحوم عاشق عباس قوچانی بود و من ده تلمذ میکردم از شاگردای مرحوم عاشق عباسم. مرحوم قاضی را ندیدم، لیکن مرحوم عاشق عباس قوچانی که وصی و نماینده مرحوم قاضی بود از شاگردای ایشون بوده، خدمت ایشون می رسیدیم. خدا رحمت شما کند. حل حاصل آقا، خب انقلابی شد و قبل از انقلاب ما آمدیم ایران. حالا چطور شد ما آمدیم ایران بماند؟ آمدیم ایران و خب همین دولت آباد بود دیگه. لیکن ایام هفته را اصفهان می آمدیم اینجا، صبح شنبه می آمدیم اینجا، تو عصر چهارشنبه اینجا بودیم تو مدرسه نیم آمار. آمدیم خداحافظی کردیم و نجف آمدیم اینجا و مستقر شدیم. یه روز صبحی اوائل آفتاب بود، من کتیکو داشته بودم مثلا چایی درست کنم، رو چراغ داشتیم، هر بشود که نگاه کردم دیدم این در شیشه بود، در اتاق در چوبیش بسته بود، در شیشه داشت. نگاه کردم دیدم که یه نفر از شبیه عاشق عباس قوچانی، ایشون از علمای نجف بود و این ده چکار داره این ده به چه مناسبت، استاد ما بود. باورم نشد، همچنگی نگاه میکردم به چشم خورد، یه خورد سب کردم دیدم آمدن در حجره وایستدن. پا شدم در با کردم دستشون رو پسیده، بفرمایید تو کجا بودید شما؟ اصفهان آقا. گفتن یه مقدرات الهی آمدیم اینجا بعض خیشان را یک سل رحمی بکنیم و برگردیم، تا این اندازه آمدیم. بفرمایید تو. آمدن تو نشستند و صحبت کردند و صحبت از آقای خمینی شد.
ایشون میگفتن که ایشون فوق‌العاده است، بی‌بدیله. حالا من نجف درس ایشون میرفتم، اینجا که بودم از اوائل انقلاب بود که یه مقداری به ناراحتی بود، گفت که هر نشبت با ایشون بودم، حرفی درش نی، گفتم میتوانی پیروی از ایشون و ایشون نماینده امام زمان هست اینجا. گفته به چه مناسبت؟ به ایشون گفتم باشه خباس خودشانی. گفت که ما درس مرحوم قاضی بودیم، از شاگرده مرحوم قاضی بودیم، همه اون 230 نفر محضر ایشون نشسته بودیم، داشت برای ما درس میگفت. یه دفعه دیدیم یه سیدی جوانی وارد شد، تا این سید وارد شد مرحوم قاضی بلند شد وسط درس، احترام کرد، بفرمایید بفرمایید بالا، و نشوندندشون، نشستند و شروع کردن بر قیام بر علیه ظلم را شروع کردن بیان کردن مرحوم قاضی. ما همه متعجب کردیم به چه مناسبت این سیده که ما نمیشناسیم کیه، و چطور ایشون در معارف و ولایت داشتن صحبت میکردن، حالا این سید که آمد فوراً سخن را قطع کردن و شروع کردن در قیام بر علیه ظلم را بیان کردند و روایت خوندن، و در این زمینه موندیم توش، موندیم توش تا مدتی ساعت کمتر بیشتر یادم نی، ایشون همینطور صحبت میکردن بر قیام، و وظیفه شرعی شما قیامه، شاید 20 سال قبل از قیامشون، حدود 20 سال قبل از قیامشون. بعد پاشدن رفتن، آقام تا دنزی که در خونه دنبالشون رفتن برای بدرقشون. خیلی متعجب کردیم، همه 30 نفری 20 نفر بودیم، همه متعجب کردیم به چه مناسبت ایشونی همه احترام به این سید میذارن. گفتیم آقا ایشون کی بودن وقت نشستن؟ گفت ایشون از علمای برجسته قوم هن، فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. ایشون قیام میکند بر علیه ظلم که احدی نکرده است، همچنین قیامی را احدی نکرده است، قیام میکند بر علیه ظلم و غالب میشود، سکه ها به نام ایشون میخورد، انشاءالله بعد از ایشون و بعد از نیابت از ایشون انشاءالله حضرت قیام میکنه بعد از ایشون. این مطلب است که از عباس قوچانی برای من نقل کرد راضی به مقام رهبری، این ایشون گفتند. و بعد هم ایشون رفتن نجف، عباس قوچانی که استاد ما بودن رفتن نجف و مشغول کارشون. ما ایمان داشتیم، ایمانمون قوی تر شد به ایشون و پیرو به ایشون باشیم. هر حاصل آقا خدا رحمتشون کند، این داستان رو کسی برادون نمیگه جز من آقا، چون که کسی دیگه که از شاگرده ایشون دیگه فوت کردند، از شاگرده مرحوم عاشق عباس کسی نی، آقازادشون هست عاشق محمود تهران سلام، از ایشون شاید بشنوید، از کسی دیگه بعیده نه. یه داستان دیگه هم برادون